ابریق می مرا شکستی ربی. خیام به ربش میگه، ربی یعنی انسان کامل، من رب یعنی مربی، هیچ ربطی به هو، به الله، به اون خدایی که دیدنی نیست نداره. ابریق می مرا شکستی ربی، پس معلومی که ربش یه میخونهی داشته که به این می میداده و زده ظرف می اینو شکنده. کدوم می؟ ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عشق را ببستی ربی. من می میخورم، تو میکنی بد مستی، خاکم بدهن مگر تو مستی ربی. من می میخورم، تو می میریزی، من می میخورم، من باید مستشم. من می میخورم، تو میکنی بدمستی، میزنی دهن همه رو سرویس میکنی، خاکم به دهان مگر تو مستی ربی. خوش آمدید به 167مین برنامه روی استارت. این بار در امروز بعضی از ابیات مولانا رو دوباره مرور میکنیم که ببینید که هر بار که شعر مولوی رو میخونی به میزان شعور و فهم در پله های ریستارت بیشتر ازش خواهی فهمید، به فهمی که اشعار مولوی و حافظ و سعدی و بزرگان اهل تصوف و عرفان چون ز بالا باشی بالاتر میفهمی و در طبقه یک در ساختمانت که زندگی میکنی اگر تصادفی باشه فقط صداشو میشنوی، اما در طبقه 10 به راحتی میبینی کی به کی زد و کدام ماشین با کدام تصادف کرده است. اسرار هرچه بالاتر میری سختتر میشه و هرچه بالاتر میروند آدمها پله هاییست که اگر برگردن با مخ به زمین بخورن زودتر میمیرند. نردبان این جهان ما و من نیست، عاقبت این نردبان افتادن نیست، لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش بیشتر خواهد شکست. در برنامه قبل توضیح دادیم که انسان‌های کره زمین از بد به تولد تا الان یا خر بودن یا گاو بودن یا از نسل میمون بودن، از 11 انسان نما تولید شدن. تمام انسان هایی که در کره زمین میبینی، یعنی اون دختری که عاشقش یک گاویه که از خودت خبر نداری. رازی را از داروین برای شما باز کردیم و گفتیم از این 11 انسان 3 تاشون در از شبیه ماه بودن. از این 11 نوع انسان 2 تاشون حدود بالای 80% شبیه من و تو بودن. هوموساپین ها به عبارتی کلن میشه گفت 90% شبیه شما رئیس جمهور داشتن، رهبر داشتن، شکنجهگاه داشتن، رستوران داشتن، رستورانچی داشتن، آبدارچی داشتن، مهندس داشتن، دکتر داشتن. اصلا خود تویی که الان داریم برنامه رو نگاه میکنی. اما در 5423 سال پیش انسان کامل، یک موجود عجیب فضایی وارد کره زمین شد. از آنجا به الان اتفاقاتی برای انسان‌ها افتاده است. در برنامه قبل رازی رو فاش کردیم که اینجوری به هم ریختی و صدها پیام برای ما فرستادی. تازه رازی که از داروین باز کردیم که مال عزیز الدین نصفی است، 2 فاینال مونده تا نهایی، بعدی خیلی ها خودشون رو خواهند کشت.
برای همین میگن هر که را اسرار حق آموختن مهر کردن دو دهانش دوختن. این برنامه مال من نیست. خوش آمدید به برنامه‌ای که اصلا مال من نیست، مال اهل تصوف و عرفان است و هزاران هزار راز فیزیک و ریاضی و عرفان در این برنامه به راحتی در اختیار شما قرار میگیرد. 167 my friend welcome. در دل من گنج آرزو در دل من در دلم کنم جستجوی تو در دلم کنم جستجوی تو جان 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 از همه جهان می کشد من بر جستجوی تو. هینز همراهان و منزل یاد کن، پس بدان که هر دمی ما می رویم، ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از آنجا و از اینجا نیستیم، ما ز بی جاییم. نقطه رو که فشار می دی روی صفحه بی جای، یعنی از یک بی جایی که نمیدونیم چیه، فقط میدونیم که قلمیه، دستیه و موجودیه، که این دست رو حالا تو این برنامه توضیح میدیم که این آخوندک ها بهش میگن ید الله فوق ایدیه. اصلا مشکل بزرگتری مشکل عرفان و تصوف همیشه این بوده که یه مش گاف به نام دانشمند و آخوندیسم بدون اینکه داستان و پایانش رو بدونن هی توضیح میدن، هی حرف میزنن، هی حرفا رو میدوزن میگن. یه گاو دانشمند مثل داروین حرف رو میدوزه که ما از اصل میمونیم از عزیز و نصفی، آخرش نمیفهمه. وقتی پایان داستان رو ندونی، یک فیلمنامه یه چل هفته مسخره میاد بیرون و یه مش گاو هم که در جهان ثابت کردیم وجود داره، اینا هم همینطور ماما میکنن و فکر میکنن ماه. وقتی کلمه من میشه ما، حالا حقوق بشر میاد وسط دیگه، ما بهتریم، ما بیشتر میفهمیم. همیشه مشکل ما اینه، یعنی آخونده مطلب رو میگه، بعد حضرت آدم، حضرت آدم کیه؟ بعد نمیتونه تفسیر کنه مثل داروین، میاد نمیتونه توضیح بده، نمیتونه آخر داستانه بگه، حالا فیلم نامه مینویسه. یه مش دانشمند گاوم حالا هی پولا رو از دولت ها میگیرن میرن دنبال اینه که نسل میمونه باباش یا نیست، اصل موضوع رو نمیدونن. مثل جهان هستی، مثل جهان هستی که باید حالا مثل خر کار کنیم، زحمت بکشیم، شاتل بفرستیم هوا. چرا نمیبینیم؟ برای اینکه نمیتونیم نشسته ببینیم. برای شما اسکایپ یه چیز جدید و خیلی زیباست، برای ما جوکه. قش قش میخندیم، یعنی یکی اسکایپ وا میکنه میگیم چقدر گاون. این داستان مولوی جالب بود، میگفت فلانی رفت اونجا دید امام حسین رو دارن عزاداری میکنن، برنامه ریاست توضیح دادن. گفتن گفت شاعره گفت چه خبر شده؟ گفتن امام حسین فوت کرده، شهید شده، دارن عزاداری میکنن. گفت خب امام حسین که 1400 سال پیش فوت کرده، اینا چرا اینقدر خبر بهشون دیر رسیده الان فهمیدن؟ بعد به این داستان میخندی، به خودت نمیخندی که وقتی اسکایپ الان به تو رسیده خیلی دیر رسیده، یه گاو کامل یارو. این که شما میتونی الان اون بره کهکشان رای شیر رو ببینی، خبر دیر بهت رسیده. این که صدا تو از اینجا حرف میزنی، یکی داره اون بره توی تهران میشنوه، خبر دیر بهت رسیده. خیال و قیاس و گمان و وهم البته برعکسش مفهوم داره، عرفا بعضیشون از برعکس میگن، میگن بعد از سرعت نور سرعت وهمه، ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، وهم بعد از اینه، نور بعد،
خیال و قیاس و گمان، گمان قیاس بد خیاله، یعنی خیال بالاترین رتبه میدونن. هر کدوم از عرفا هم تفسیراشون متفاوته. خبر دیر به تو رسیده، میری تو تلگرام میزنی سلام، مامانت از اونجا میبینه. چه سرعتی از این بالاتر؟ 5 میلیون سال نوری، میری اون ورتر تق میزنی با یه فاصله میشنوه میبینه. این سرعت چیه؟ به کدوم سرعت باید برسیم؟ چه سرعتی در جهان هستی موجوده؟ هرچند که دانشمندان نرسیدن، الان هم 5 میلیون سال بریم اونورتر بزنن 3 روز بعد میرسه، 6 سال بعد میرسه، چون زمینی داریم حرف میزنیم. پس این اسکایپی که عرفا داشتن و تو خبرش دیر بهت رسیده، چون از اون موقع هی عرفا رو کشتی برای اینکه به جای اینکه بری التماس کنی آقای عزیز نصفی ما نسل میمونیم و توضیح بده، به جای این کشتیش، مطلب رو دوستیدی. مثلا الان هم هست دیگه، برنامه های ما ریستارت رو گوش میکنم، این هم خیلی رسانه هم طرف های ما برق میکنه میزنه، بدونی که بفهم موضوع چیه، بدونی که بفهم مردم چی میخوان و امپراتوری کوروش یعنی چی، چرا ادیان در امپراتوری کوروش خوشبختن، چرا مردم بیدین ها خوشبختن، چرا مردم به سرعت به پول میرسن، چرا اینا رو نمیدونه. نقطه ای که از یه جای میاد بی جایه، این قلم رو بردار جلوی کاغذ، اینجا بی جایه، این قبل بیگ بنگه، قبل که جهان هستی آفریده بشه، این جهان هستی تو، یعنی از بیگ بنگ تا اینجا. من راستای راجع به جهان هستی بغلی حرف نزدم مثلا، بعد باشه فقط گفتیم دنیای موازی رو بازم نمیفهمیم، همینطور بلغور میکنیم دنیای موازی. پس قلم دست خوشگله است، یعنی انسان کامل. هو که قلم نداره، هو دست نداره، این شتاب جاذبه است. رو خر 9-8، رو من و تو هم 9-8، دیده نمیشه. کو شتاب جاذبه؟ بوی چی میده شتاب جاذبه؟ تو ذره ذره وجود تو هم هست، در هر چی آفریده شده. آقا حسین یه رفعه گفتین در همه موجودات جهان خدا هست، هو هست، آف کورس هو در همه انسان ها و موجودات جهان هست. ولی انسان کامل یعنی روح هو اون تو نیست، یعنی شتاب جاذبه در من هست، در ذره ذره من هست، ولی نفس من نیست، هوا نفس منه. اینش به انسان کامل، یعنی هوا انسان کامله. شتاب جاذبه‌ای که رو من و تو وجود داره که همه جای ما هم هست بهش میگن هو. آیا هو به شما نفس میده؟ هر نفسی که فرو میکشد میکشی هو میاد توش، هو سر جاشه. و همه خاطر ایلیا ابن عمران که این بزغاله ها واسه خوشن شب قدر میگیرن، شب قدر من دفعه توضیح دادم تمام ادیان شب قدر داشتن. شب قدر چایی بود که عیسی به پتروس گفت نخواب تا صبح. مسیحی ها داشتن، یهودی ها داشتن، مسلمان ها هم داشتن، دین های بعدی هم دارن. این شب یه شب دیگه ربطی به آیه قرآن نداره، های قرآن ربطی نداره. افتخار بکنه اصلا من مسلمان هم شب قدر دارم، های آدم شب قدر داشته، تو ربطی به تو نداره، اصلا ربطی به دین تو نداره. تو اصلا دینی نداری، تو یه چیزی رو دزدیدی کردی، دین داری راجعش حرف میزنی، اصلا دینی وجود نداره. بی خدا هم اینطوری هم، بی خدا حرفای ما رو برشن، حرفای اهل تصوف و عرفان رو برداشتن و میزنن بدون اینکه سند داشته باشن. دینی وجود نداره. این شب قدر هم تفسیر داره، شب قدر بیدار باش، دلیل داره، علمیه. فقط عرفان تصوفش این که علمیه، چون فیزیکو ما دادیم بیرون، ریاضی عرفان تصوف، شیمی عرفان تصوف، دزدی، جنایت، پدر سوخته بازی، الحمدلله شما دادید این ور. چیزی نداری شما بگی. حالا امروز قشنگ داروین رو براتون باز می‌کنم که حالت‌های داروین رو توش متوجه شید. نقطه بس اینجاست، کو نقطه؟ هنو نذاشتی اینش، میگم بی جا. این نقطه رو هر جا میتونی بذاری، هر جا این نقطه رو میشه گذاشت.
نقطه‌ای که گذاشته میشه این جایه، بهش میگن اینجا گذاشته شده. هازا والکه، اول قرآن با سلونه نوشته شده والکه کتاب و آن کتاب، منظورشون این کتابه. والکه کتاب. اکبر آقا دختره دیده سلام بفرمین، گفتم احمق قبلا تو زنی دو اینکه اکبری تو، گفتم شاید اکبر باشن آقوندم همینجوری. بله زالکه منظورشون حاضره، حاضر یعنی این، زالکه یعنی آن. تا میگیم زالکت آخونده روسری ترشون دردن، چونم با کسی با تو نه حرف نمیزنه یا چی، به خدا هیچ کی شما رو حساب نمیکنه. من میگم نه، داروین میگه، از این نصفی میگه، اصلا تو نمیدونید هنوز از کدوم ریشه اومدی، کدوم انسان نمایی. پس این نقطه که میاد میاد سر جاش، پس تو بی جاه. این بی جا کجاست الان؟ این نقطه رو من کجای کره زمین بذارم؟ هر جای بذارم میشن هادا، یعنی اینجا. چند بیلیارد میتونم نقطه بذارم؟ بیلیارد میلیارد. اینجا نقطه بذارم، اینجا میخوا بذارم، اینجا بذارم، هر جا بذارم بیگ بنگ چی میشه؟ ببین کجایی حاجی، به خدا نیستی من و تو. یعنی نقطه از بیجا میاد میذاره، هر جا میذاره بیگ بنگ شده میشه، جهان هستی تولید میشه که توش یک کره زمین داره، که توی این کره زمین انسان ها 11 مدل زندگی میکنن، نگاه هم دیگر ماش میکنن، زندگی میکنن و حکومت تشکیل میدن، اما هیچ کدوم به زبالا نیستند و بالا برن. تا اینکه در برنامه قبل توضیح دادم هو یعنی خدایی که دیدنی نیست و دست نداره، یک انسان میآفرینه اسمش میذاره انسان کامل، اینو میفرسته کره زمین، میگه برو این گاوا رو نجات بده آقا، طبیله‌ایه. ملائک میخندن آقای گاد گاد میفرمه اینو میخواد بفرسی وسط کره زمین که اینا رو نجات بده، اینا که نمیفهمن. گاد چی میگه؟ میگه های خفه شد تو هم نمیفهمی. میگه منم نمیفهمم. میگه آف کورس، من چیزی میدانم که تو نمیدانی. بعد بقیه داره داستان، بعد رو میکنه به آدم، یعنی به انسان کامل، میگه اسرار رو بگو. اون میگه ملائک اینطوری میکنن، عجب روی حساب برنامه ایه، اسرار رو فاش میکنن. بعد میگه پس این ملائک، میگه پس این برای چی اومده؟ میگه آجی برای این بیت مولوی اومده، خانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم. پس این هوه، انسان کامل رو آفرید، در این دمید از اینجا، این را افتاد اومد تو کره زمین طبیله که توش نبات و گیاه و آدم، یعنی من و تو انسان نما زندگی میکردن، دایناسور هم بودن در میلیون ها سال. اومد اینجا در کره زمین، هر کسی که اینو شناخت، این موجود شناخت، جذب این شد، این آهن رو با این آهنا رو جذب میکنه و میره به مرحله بعد. اینجا ملائکی که فکر میکردن خیلی میفهمن و نمیدونستن هدف از آفرینش چیه، نمیدونستن که خود ملائک نمیتونن هو رو بفهمن، خود ملائک نمیتونن هو رو ببینن. اونجا فهمیدن هرچی نماز خوندن گاو بودن، رو به کدام قبله نماز میخوندن، خودشون نمیدونستن آخوندن ملائک. بعد از انزال کامل فهمیدن، گفتن پس ما اصلا بالا نمیرویم، ما زبالا نیستیم، ما بالا نمیریم. گفت نو مای فرند، این باید بیاد. پس این اومد در کره زمین، جسمشو از سنگ درست کردن، سنگ به گیاه تبدیل شد، گیاه به حیوان تبدیل شد، انسان نما یعنی حیوان، یعنی 7 میلیارد. بعد اینا رو، اونایی که استعداد داشتن و میتونستن پیشرفت کنن رو جمع کرد، وارد مرحله بعدی بعد از مرگ میشه. حالا ملائک گاو منتظر اونجا تا یه سری از این ملائک رو جمع کنه بره مرحله بعدی.
همینطور میره. پس از انا لله انا الیه راجعون، یعنی که هو دمید در انسان کامل، همه گاو بودن این ور. این میاد میره دونه دونه اینا رو جمع میکنه، انا لله انا الیه راجعون، برمیگرده به همون جای قبلیش. سیکلش که می دایره اتفاق میفته و حالت از بیزی که دوبینیه جدا میشه. پس هدف از آفرینش بعد چند هزار سال که کسی نمیدونست در این برنامه فاش شد این است که انسان کامل برای نجات کل جهان اومده. پس هو فقط یک انسان آفرین، اسم اون انسان کامل بود، یعنی آدم استعفا. استعفا یعنی مستعفا، یعنی انتخاب شد، برگزیده شد و در اون دمید. از این آدم بچه هایی تولید شد که میخوام الان ورژن دومش رو بهتون بگم. چی تولید شد؟ ابوالبشر، یعنی آدم شد پدر بشر. یعنی انسان نماهایی که در کره زمین زندگی میکردن حالا میتونستن پیشرفت کنن، بتونن به این بچسبن، خودشون نجات بدن. اگر تا مرگ اینو پیدا نکنن دیگه نجات پیدا نمیکنن، دیگه نمیتونن تو مرحله بعدی برن. خب پس صراط المستقیم یعنی چی؟ صراط المستقیم از همینجا شروع شد. یعنی هو که انسان کامل و آفرید، از اینجا صراط المستقیم شروع شد. همون اول شیطان گفت من سجده کنم، پس صراط المستقیم رو گم کرد. صراط المستقیم سیکلیست که در این دنیا میچرخه، اینجوری گاوا میمیرن، آدمها رو میبره میرسونه اینجا، اینش کن صراط المستقیم. آخونده فکر میکنه وقتی میمیری میرین تو صراط، یه پل میگه بره روش رد شو، تو الان های یابو الان دقیقا تو صراط المستقیمی، آزمایشت الانه. پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت. دو قیامت داریم، قیامتی که تو میمیری، این لحظه که میمیری بمب اتم درونت منفجر میشه و قیامتت شروع میشه، و قیامت آخر یعنی این برگشته، این یه قیامت دیگه است. یعنی از اینجا میاد همه رو جمع میکنه، به گاد میگه آقا ببخشید دستور دادید که این کمپانی که به ما داده بودی ما تقدیم شما کردیم، بفرمایید بقیه هر کاری کردیم آدم نشدن. حالا مفهوم پیدا میکنه. ای نوح، نوح میگه سوار کشتی شد، میگه جونم، میگه اینا دیگه آدم نمیشن، تموم شد. مگه میشه؟ مگه میشه هو یا انسان کامل به نوح که صوفی بود اون موقع بگه که دیگه اینا تربیت نمیشن؟ از کجا میدونسته؟ بعدم عقل دیگه. اون خانمه میگه ای کاش به من میگفتی میفهمیدم. از کجا میدونسته که دیگه اصلاح نمیشن؟ عدد اتمی، تعداد عدد اتمیش معلومه کدوم هاشی با دلم بالا. یعنی یه عده‌ای از اینها به بشر تبدیل میشن که میرن بالا، تا بشر هم نشن بالا نمیرن. پس صراط المستقیم یعنی سنگ که بودیم صراط المستقیم بودیم، داشتیم آزمایش میشدیم. وقتی به گیاه تبدیل شدیم یعنی رفتیم به سمت بالاییم و بالا میرویم، بقیه موندن. گیاها یه سری گرگا خوردن، یه سری خرا خوردن، یه سری ببیا خوردن. آدمایی که ببیا رو خوردن گیاه یه ذره تبدیل شد به بشر، به آدم، یعنی به انسان نما در است. حالا اگر انسان نما انسان کامل رو پیدا کنه، این ببیا مستقیم وصل به انسان کامل. ولی بعضی از این ببیا گیاه خوردن، چوپونه حواسش نبود، یعنی عیسی حواسش نبود، گرگا یعنی انسان نماهای دیگه اومدن این ببعی رو خوردن، علف اون ببعی تبدیل شد به این، علفه تبدیل شد به ببعی، ببعی خوراک حیوان شد، یعنی حیوان تبدیل شد به یه حیوان. پس حالت اول این بود که علت آفرینش انسان کامل، از اینجا باید جمله رو درست کنیم، ربطی به انسان نداره، انسان کامل این بود که این انا لله انا الیه راجعون رو بره و این دنیا و هر طبقه بعدی که بعدها باز میکنیم باز سر میشه،
هر چی موجود که به گاد یعنی به هو یعنی به انسان کامل اعتقاد داره بتونه نجاتش بده. فردا کسی در کره زمین نگه اگه میفرستادی من میفهمیدم، اگه عیسی رو میفرستادی من میفهمیدم، هیچ کس دیگه صحبتی نداره، تکلیف کاملا مشخصه. و الان تاریخی است که شما روی صراط مستقیم هستی. آیا انسان کامل یافتی؟ نه، با هوایی، نمیری بالا، نمیتونی بری بالا. حالت دوم این بود که انسان کامل وقتی به کره زمین اومد، یعنی آدم، یعنی مصطفی وارد کره زمین شد، برگزیده شد، هو در او دمید. این آدم، حضرت آدم پشتش موج آدم بود. در طول تاریخ بشریت هم دو سه دفعه همچین اتفاق افتاد. آدم از، حالا شما فرض کنید از یه سفینه فضایی اومده، هر چی که شما فعلا، من هنوز چی نگفتم یادتون باشه، بعد نشستین به من چون بعدا میخوام باز کنم، باید وارد کوانتوم بشیم تا بفهمیم، مثلا همین میریم با هم یواشاش بفهمیم. منو من شما نمیفهم، همه با هم داریم میریم چیزی میفهمیم. این آدم یه زن داشت که توی میخنده آنی که هرچی نگاه میکنم گاب بخوادم مکاره مون ببینم صافی گل پایگانی گرفته تا بقیه. تو خود قرآنش گفته، تو خود تورات انجیل هم گفته، گفته زنه رو یعنی این خانومه رو از دنده حضرت آدم درست کرد. میخواد چی بفهمونه؟ میخواد ببینه که این خانوم حوا یعنی خانومش انسان نما نبوده، یعنی از نسل میمون، از این یازن است نبود. پس آدم انسان کامل از نسل این یازه نسل نبود، جسمش از عناصر این یازه نسل بود و خر و گاو و سگ و سنگ و جماد و نبات و بله بود، اما خودش توش نبود. یه زنی داشت که این زنم از این درست شد، که یک مطلب علمیه. پس زنش هم از این یازه، از تو نبود، از من و تو نبود هاجی، یعنی نسل میمون و نسل خر و گاو و انسان نما یازه تا نبود. این دوتا با هم ازدواج کرد، دوتا بچه دارن. داستان اصلا موضوع مندل داره توضیح میده، به قول دوستان مندل همهش نمال داستانی هاجی عزیزتون. دو تا بچه داشتن، یکیشون هابیل بود، یکیشون قابیل بود. قابیل کثافت بود، از اینجا راست شروع شد. پس اینا چهار تا شدن. اولی که حضرت آدمه، انسان کامل. دومی زنشه که از خودش درست شده. سومی هابیله که آدم خوبیه میمیره. چهارمی قابیله که کثافته. پس یه چهارم شدن کثافت. این دوباره با یک انسان نما ازدواج کرد. دو کسافت، یک کسافت دیگه داد بیرون. این کسافت با این ازدواج کرد، یک کسافت با یک خوب، یک کسافت نصف خوب داد بیرون. این نسل هم درو بر. یعنی در کره زمین الان آدم هایی وجود دارن که بشرن. یعنی چی؟ یعنی از نسل حضرت آدم از اولیه هستند بدون این که انسان نما باشن. و این فضای ژنتیکی که بعدا میخوام توضیح بدم، میخوام باز کنم اصلا واسهتون، تازه شما متوجه میشی که پس از این 7 میلیارد یه چند صد میلیونیش ممکنه بشر باشن اصلا. اف کورس. ولی اون دختر اون بریه معلومه بشر باشه. اف کورس. اف کورس که اف کورس. خب از کجا بفهمیم کدوم بشره؟ هر دختری میبینیم که لب داره، سر داره، دو گردو، دماغ، دهن، دو گردو، باز دوباره چهار تا گردو. پس از کدوم دو تا گردو اینه؟ کدوم باید دو تا گردو این بفهمیم؟ ما باید با کدوم ازدواج کنیم الان؟ این راز داره. باید عدد اتمیش پیدا کنیم. چجوری با عدد اتمیش پیدا کنیم؟ این هم راز داره. با دو تا فرمول ساده میتونی هر کی تو خیابون رد شد میتونی نگاهش کنی بفهمی که این بشره یا حشره. پس حالت دوم اینه که ژنتیکی بر اساس علم ژنتیک یک گروهی از حضرت آدم، آدم‌های پاکی بودن، آدم‌های صالحی بودن. پاک نه اینکه بر عرق بخور یا نخور،
به این نمیگم پاک. پاک یعنی عدد اتمیش خالصه. مثل بعضی که اون دفعه هم توضیح دیم، انسان کامل یعنی سوفیسم، هیچ کدوم پاک نیستن. خود قرآن جو میگه خدا گفت این چی کاری بود کردی آدم، بری بیرون. پس معلومه پاک نبوده دیگه. زمانی آدم انسان کامل، صوفی، قطب، پیر، مرشد، امام زمان پاک میشه که فرمان انسان کاملی بهش داده میشه. از اون موقع معصومه. توف کنه ثوابه، فوت کنه ثوابه، کمک کنه ثوابه، فش خوابنده بده ثوابه، هر کاری کنه ثوابه. پس معصومیت از اون تاریخی که فرمان بهش صادر میشه. کی انسان کامل انتخاب میکنه؟ فقط هو. هیچ کس در جهان نمیتونه انتخاب کنه. رأی میگیریم 54%. بیا چهار تا حیوان گاو نشستیم رأی میگیریم. چی رأی میگیریم؟ کی به کی رأی میگیریم؟ رئیس جمهورت انتخاب کن، دوتا بزغاله با هم، یه رئیس جمهور گرگ انتخاب کن و ننت به دره، اونو به دره. دموکراسی برای همین افلاطون میگی دموکراسی مال گاوه، بعد تو ناراحت میشی میگی مال گاوه. واقعا هر کسی که لیاقت امپراتوری کوروش نداره که حاجی، باید خیلی بهت محبت کنن که یه ریستارتی پخش بشه که مردم ایران آماده امپراتوری کوروش کنه. 300-400 سال بنازه جلو از نظر فهمشون. خب پس حالت دوم حالت ژنتیکی که قراره بعداً توضیح بدم. اما یه حالت دیگه هم وجود داره. پس علت این که انسان به کره زمین آمد، یعنی علت آفرینش انسان کامل، چون بقیه که همه حیوان بودن دیگه، زندگی میکردن، میلیون ها سال زندگی میکردن. آخرین بشری که شبیه من و توه نیم میلیون سال اومده، نیم میلیون سال، یعنی حدود 300-500 هزار سال پیش اومده. من و تو که الان میبینین، یعنی انسان نمایی که اومدیم حدود 300-500 هزار سال پیش اومدیم. گروه 6 و 7 که با هم سکس کردن اینا میلیون سال زندگی میکردن. هستن الان نمیدونه خودش از کدوم نسله. هست الان. برای همین ازدواج خیلی نکته مهمیه. حالا تو حساب کن، به زور خابوندن اسب و با خر یه یابو اومده بیرون، ازدواج کردیم. آقا اسب چرا ازدواج کردی؟ خب نمیدونی به نژادت گند زدی؟ نه خیلی خره خوشگل بود، ابرو داشت، بعد عرعرش خیلی زیبا بود. اسب عاشق عرعر این شده. بعد الان ما مشکلمون با یابواست. اسبا رو واقعا میدونم از تکتیب اسب میفهمیم باید چیکار کنیم باش. پس حالت دوم انسان کامل ژنتیکی بود. هدف از آفرینش اینی که بشر رو وارد کره زمین کرد. این بشر یک موجودی بود که نه انسان نما بود نه حیوان بود، یک موجود بود، وارد شد از یک نفر نسلش وارد شد. یعنی نژاد این همه گاو رو اصلاح نژاد داد بهشون. خب آقا اینا همه گاون، برو اصلاح نژاد بهشون بدیم. بعد اما حالت سوم و هدف سوم از آفرینش در لایه‌ای که توضیح دادم، نظریه عزیز نصفی، هنوز دو فاینال مونده، این بود که انسان کامل وارد کره زمین شد تا خیر سر شما آخونده که نمیدونین بره دستشی. آغاز اینه دیگه نمیفهمیم. آف کورس که قبلا توضیح دادم، انسان کامل چون جسمش از کره زمین و از عناصر، هر عنصری در جهان هستی است در بدن تو هست. بعضی از عناصر اگه یافت نشدن، بعضی از عناصر هستن که زیر بیلیاردیوم ثانیه میمیرن، در شما هست. برای اینکه بفهمن دانشمندا این عنصر کشف کنن تو جدول مندلیف بذارن، باید فضا زمان رو برن تا حالا پیشرفت کنن، سرعت رو کند کنن، انقدر سرعت رو باید کند کنن که انگاری از طبقه دهم ساختمانی در ستاره نوترونی بیان وارد طبقه یک ساختمان ستاره نوترونی شن و ببینن این کندی رو، سرعت رو کم کنن، اینو برش دارن، بعد اسمش رو بالا بنویسن. تا سرعت رو کم نکنن این عنصر رو پیدا نمی کنن. این عنصر یکی از این عناصر کمک میکنه که بشر با جسم برا ماه.
بدون دستگاه. بشر در شکم ننش بود، آب میخورد، آب شش داشت. به کره زمین اومد، چیزی رو با خودش آورد که کره زمین لازم داشت، یعنی شش. پس در شکم مادر بچه آب شش داشت، چون به آب شش احتیاج داشت، تو کیسه آب بود. ولی در سخزینات سلول های میتوز و میوز بهش گفتن که تو بری بیرون هواه. بچه گفت هواه؟ بیرون هوا داره؟ رو کرده بچه بغلی، شکم ننه بغلی، میگه هوای بیرون. بعد اومد بیرون، بودید هواه. گفت این آخه ریه رو برای چی درست میکنی وقتی که من اینجا هم؟ گفت برای اینکه بیرون هواه، بعد اونجا ریه داشته باشه. همون لحظه که میتوز میوز داره انجام میشه، سلول ها، یعنی دست عنصر هایی در بدن من و تو وجود داره که این عنصر ها با این عنصر میتونه بری مریخ بدون هوا. یعنی بدن من بدون هوا هم داره. پس در شکم مادر من آفریده شدم با آب شش، اومدم بیرون با شش، میرم ماه بی شش، هر ستاش در من هست. اگه میخواستی بدونی صوفیا چجوری میرن، بدون میشینه میره. ایوا خدا مرگم بده، میگفتم فقط محمد معراج میره با جسم. الانم میرن، هر شب میرن، هر صبح میرن، روزی صد بار میرن، جلسه دارن. کی میفهمیم؟ اسکایپ مال چند هزار سال پیش، شما تازه فهمیدید؟ هیجانی با خاک به سرم، برنامه ما رو بیگوش نمیکنی، رفت تو اسکایپ. تلگرام، اینستاگرام، مقلد اونی، تو یه مقلد گاو از اینستاگرامی. من ابا من خیلی باشورم، دیگه گول آخون نمیخورم. گول فیسبوک داری میخوری، گول اینستاگرام داری میخوری، تو هم گاوی. خودتو هیجانی نکن. شبکه خبری فلان گفت، تو مقلد شبکه خبری، افسار دست اوناست، میکشنه میبرند. برنامه ریسال باید 300-400 میلیون دانلود بشه، باید میلیارد ها دانلود میشه. تو مقلدی، تو دقیقا لطال از این مرد مقلدی، خودت نیست. مقلد ورش کن اصلا، آقا اینستاگرام و اینا رو بذار کنار. حاجی مقلد به کسی میگن که در شکم مادرش آب شش مصرف میکنه، بعد دستشویی میکنه، تو آب شش میاد بیرون، از شش استفاده میکنه، شما مقلد. یعنی دیگه دین پدر مادرش و شکم ننش براش دیگه مهم نیست، گوش نمیکنه به شکم مادر. تو هنوز محتاج هوایی، مقلد هوایی، مقلد خوراکی، خوری، خوابی، خور و خواب و خشم و شهوت. یعنی تو مقلد خوری، نخوری میمیری، خور و خوابی، نخوابی میمیری، خور و خواب و خشم و شهوتی، یعنی تو مقلدی. برای همینه میگم بمیر قبل از اینکه بمیری. تو خود من و خود تو شبیه صوفی نبین. صوفی مقلد نیست، صوفی از اینجا میره مریخ بر میگرده. پس مقلد این ریه نیست، مقلد هوا نیست. خودشون مشکل روحی دارن، دنبال میکروب هم میخورن صوفی ها تا بمیرن. خودشون زرد تو زرد میخوان بمیرن. فرقش با ما هم با من تو اینه که من من تو میترسیم بمیریم. اون میگه کجاست میکروب که بخوریم، کوشی ویروس فزت فز برب خبه کجایی که من شبم چاکرم، بیا تو من. اونا میخوان، اونا میدونن اون بچه خبره. و حالت سوم اینه که در پشت انسان کامل، چون از گیاه ها و از عناصر اینجا توش بود، موجوداتی توش وجود داشتن که فکر میکردن که میرن بهشت، فکر میکردن که حور رو شناختن، فکر میکردن که فقط عیسی پیغمبره، فکر میکردن که پس به هر دوری ولی قائم نیست،
فکر میکردن که صراط المستقیم میاد، نمیدونستن توشن. اینا تو پشت آدم زندگی میکردن، پشت بودن، بهش میگفتن در واکس ریبن و کلایک، اون پشت بوده. حضرت آدم اهل تصوف، یعنی انسان کاملی که یه نفر بود، وارد کره زمین شد تا این تاپالار هم پیاده کنه. یعنی اگه پشتش 1000 تا آدم خوب بود، 600,000 تا آدم لجن بود، اینا رو از اسب پیاده کرد، از سوار پیاده کرد، از جسم پیاده کرد. چون فرصت میترسم که کم بیاد، برم سراغ شعر مولوی تا این جملاتی که در این برنامه گفتم رو برای شما، اگه فرصت شد، نمیدونم چند دقیقه گذشته، 40 دقیقه گذشته، نمیرسیم دیگه. اگه 40 دقیقه گذشته باشه خیلیه. این خب این شعر مولوی رو من فکر میکنم که باید بذارم تا عرضم حضور شما که توی برنامه بعد واسهتون بخونم، خودش حدود 15-16 دقیقه است. خب پس نگاه کنید، عجایب خلقتی دیدم در این دشت، یعنی این که آب وارد تمام گیاه ها میشه، همه گیاه ها یه آفتاب میگیرن، اون دفعه گفتم یه آب میگیرن، درسته؟ یه خاک، گیاه بغل هم تو یه خاک میذاری، یکی میشه خربزه، یکی میشه ریحون، یکی میشه خیار، همه از یه آب دارن مصرف میکنن. این همین در کره زمین هم وجود داره. بچه در شکم مادر، همه بچه های در شکم مادر خون حیز مادر رو میخورن، پس حرام خون که. خون در شکم حلاله، میاد بیرون حرامه. اصلا حلال و حرام یعنی چی؟ همه موجودات، همه آدم ها، آدم نماها، همه یه لوله وصل در شکم مادر، خون کثیف‌ترین خونی که آدم بذارن رو بشقابش نمیخوره. من هم یعنی یه بشقاب از کف از حیز مادر میذارم نمیخوری، میخوره بهبه و چهچه میکنه. دقیقا در کره زمین تو انقدر نمیفهمی که داری بهبه چکر میکنی، کباب میکنی، این همونه و نمیفهمی. وقتی میمیری میفهمی ای اوه 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 اینه ما میخوردید. نشونه هم داره، وقتی میری اون پشت که خلوت میروی اون کار دیگر میکنی، میبینی چه بویی داره، اون توه. مولوی هم اون داستان رو توضیح داد. این دوتا بیت رو توضیح بدم که برنامه بعدی رو بتونیم وارد این بشیم که چه اتفاقاتی داره در جهان میفته و چگونه باید بفهمیم کی انسانه، کی انسان نمای گروه چند انسانه، چه داستانی پشتشه. و این چون الان اول برنامه حرف زدم اینجا توضیح میدم. کشتن آن مرد بر دست حکیم، بخش 10، بیان آن که کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود، نه به هوای نفس و تحمل فاسد. اینجا داره توضیح میده که اون خضر که سر بچه رو تو ریاست قبل توضیح میبره، مردم کره زمین صداش میکنن حقوق بشر. حقوق بشر هم بزغاله اون وسط دیگه، حقوق بشر مال بشره، خودش انداخته وسط، این آخونداست، این مقلد حقوق بشر یارو. مردم گاون دیگه، حقوق بشر فقط ببینیم چی میگه. هم آخونده از فقط این کروات زده حقوق بشر، پولای مردم داره میخوره، این گاون. حقوق بشر شما چی میفرمایید؟ ایشون داره ترتیب ما رو میده، شما چی میفهمید؟ خودش فکر نداره، خود آدم فکر نداره. حقوق بشر هم ریختن آقای خضر. قربان شما این بچه رو کشتی، کار خوبی نبوده قربان. حقوق بشر رفت زیر سوال. میخواد توضیح بده چی؟ میخواد توضیح بده. میخواستم اینو سندی رو از مولوی براتون بیارم که بفهمید که انسان کامل روح به انسان میده، انسان کامل آدم رو تولید میکنه، هیچ ربطی به هو نداره. به اسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام انسان کامل، ربی، رب، مربی. دو تا بیت داره، اونو میخونم، بقیهشو نمیخونم. میگه کش، میگه آن که از حق یا بدو وحی و جواب، هرچه فرماید بود عین ثواب.
حالا توی این داستان داره توضیح میده، خودش خیلی تفسیرهای خیلی خاص داره، تعریفهای متفاوت داره که یه نفر کشته، میخوام ببینیم که اینی که اینی کشته کار بدی کرده کار خوبی کرده. من الان بلند میشم میرم یه بچه یه سرش میبرم، شما چی میگی؟ اینجا توجیه اون داستانه، و البته توجیه نیست، توضیح اون داستان. ولی من میخوام دو تا بیت مولوی رو در بخش ده مثنوی معنوی دفتر اول براتون بگم. آن که جان بخشد اگر بخشد رواست، نایب است تو دست او، دست خداست. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و غلاخونده. یعنی وقتی شما میمیری به دنیا میای، انسان کامل سر به دنیا میاره. چرا؟ چون ابوالبشره، بابا بشره. همه موجودات کره زمین هم مثل با دیاپازون بهش وصلن. برگ درختان سبز از نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار. یعنی چی؟ هر چی در جهان هست فکر نمیکنه، فکر میکنه که مثلا اون نمیدونه. مثل دیاپازون که توضیح دادن، اینا به یه میله وصلن که این انسان کامله. برگ درختی میفته، امواج میاد، موسیقی میده، میگه دین 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 دین، میگه چی شد؟ میگه یک برگ در ایتالیا افتاد پایین. میفهمی خود چیز نره وصل اون دیاپازونه. مولوی میگه آن که جان بخشد اگر بخشد رواست. میگن آقای انسان کامل برای چی زلزله فرستید این همه مردن؟ جوابش اینه، آن که جان بخشد اگر بخشد رواست. میگه خودم جونش دادم به تو، چی میگی؟ اگر بکشه رواست. چرا؟ نایب است. خیلی توضیح داد، نمیگه هوه، میگه نایب است. یعنی نایب هوه. یعنی چی؟ یعنی هو رئیسه، این نایب رئیسه. یعنی ید الله فوق ایدیه هم اینه، این همش. انسان کامل میکشه، زنده میکنه، میبره، میاره، رئیس داره جهان. هو دست و پا نداره. میگه آن که جان بخشد اگر بکشد بکشد رواست، نایب است تو دست او، دست خداست. وقت میگی چرا صوفی میکشن؟ چون گاون. میگیم چه؟ آقا توهین نکنم. چی بگم؟ داربی میگه گاوی، ننت گاوه، ناراحت میشی. از این اصابی میگه بابات گرگه، خالت خره، دایید سگه، ناراحت میشی. مولوی میگه ناراحت میشی. چی کارت کنم؟ تو اگه صوفی رو ببینی که نمیتونی بکشش، که میدونی که نمیشه صوفیس بکش. اون خودش به تو جون نده، خودش هم جون تو قراره بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. وسطاش مرد. اگه مرد چجوری جون داره میگیره؟ وارد یک گیم بازی شدی خوش کرده من که یه وارد یه بازی شدی که شیرین دیگه، بازیش خشنگ، یه بازی گیم. چشاتو باز بوده اینه بوز، چشاتو بستی وارد کره زمین شدی و داری میری و چشاتو باز میکنه، میگه گوه خردم. میگه دیگه تموم شده. مثل که این برنامه رو گوش کردید، این برنامه برای من نیست. من نه صوفیم، نه انسان کاملم، نه عارفم. میفهمید؟ بدرود مای فرند.